سلام و درود، صبح زیبای زمستانی شما بخیر. اولین روز زمستان هست و در ونکوور داره به شدت برف میاد. دیشب شب یلدا بود، خدمت شما عرضم، بلندترین شب سال و زیباترین شب سال. نشد که دیشب با دوستان جمع بشیم گرده هم بیایم و شب دراز سال رو که از غروب آخرین روز پاییز شروع میشه و تا طلوع خورشید اولین روز زمستان که بهش میگن شب یلدا، با دوستان گرده هم بیایم و اصطلاحاً ایام رو بگذرانیم و خوش بگذرانیم. به خاطر بیماری کرونا و اعلام محدودیت‌هایی که اعلام شده بود، دیشب یلدا بود، شبی که به ما یادآوری کرد که بلندترین شب سال هست و کوتاه‌ترین روز در واقع سال. یک دقیقه این شب بلندتر از شب‌های دیگر. تاریخچه یلدا برمیگرده به 502 قبل از میلاد مسیح در زمان داریوش اول، زمانی که متوجه شدن که روزها کوتاه میشه و شبها بلند. اصطلاحاً تو سنت ایران و ایران زمین شب یلدا رو شب چلن بهش میگن و ما حالا خدمت شما عرض بکنم که دوستانی که قدیمی تر هستن و پا به سن گذاشتن میدونن که 40 روز اول زمستان رو چله بزرگ و 20 روز بعدی رو چله کوچک میگن. شب یلدا یادآور یک مسئله بسیار مهمه. در واقع شب که در ایام قدیم و در سنن ایرانی نشانه اهرمن بوده و خورشید که با نام میترا و به نام خور و به نام مهر شناخته می شده، نشانه مهر و محبت و نور. خورشید یک دقیقه در واقع دیرتر خودش رو ظاهر می کنه و یعنی تایمش رو میده اصطلاحاً به شب. و مردم در روزگاران قدیم شب یلدا رو جمع می شدن گرده هم دیگه و پایان شب رو در واقع جشن می‌گرفتن و طولانی تر شدن روزها رو و زایش مجدد خورشید رو. این امر مهم یک مسئله خیلی خوب رو به ما یادآوری می‌کنه و اون این هستش که یک دقیقه نبودن خورشید منتج میشه به طولانی تر شدن شب و سرما و سردی. خورشید به معنای مهر. بیایید با هم مهربان باشیم، بیایید بیشتر قدر هم دیگر بدونیم، بیایید بدون توقع به هم دیگه لطف کنیم، بدون انتظار به هم دیگه عشق ببرزیم. باور بکنید که انسان ها در بعضی از موارد مکلف به تکلیف هست. عشق ورزی و مهر و محبت در واقع تکلیفه و میبایستی که انجام داد بدون اینکه توقعی از کسی داشته باشه. من در یکی از کتاب‌هام به نام نغمه های دلتنگ من نوشتم مهر و محبت سکه ایست که بدون هیچ هزینه‌ای چاپ میکنی و او رو میکنی بدون هیچ هزینه‌ای خرج کنی و این به نظر من مهمترین چیز در بین ما آدمیان هست. دیشب خیلی ها در بین ما نبودن، خیلی ها به خاطر این بیماری منحوس از بین رفتن، از میان ما رفتن و نیستن و میبایستی که ما این رو برای خودمون نقطه عطفی بدونیم و خداوند رو شاکر باشیم که تونستیم یک شب یلدای دیگه در خدمت دوستان باشیم. من در یه فیلم دیگه شاید تاریخچه اصطلاحاً شب یلدا رو براتون گفتم و خدمت شما عرض بکنم که در تو شب یلدا صحبت کردم. امیدوارم که پاینده و پایدار و پویا باشید و شبهای بسیاری رو مشابه شب یلدا پشت سر بگذارید با عزت. یا حق.